پیام شهید وحدت ملی استاد عبدالعلی مزاری رحمت الله علیه، این که میگویند زن حق ندارند در جامعه و زن حق تصمیم گیری ندارند، این خلاف اسلام است. این مقصد و مرام استاد عبدالعلی مزاری بود که زنان هم مانند مردان یک جامعه حق دارند که بتوانند حق تصمیم گیری، حق مشارکت سیاسی در همه عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته باشند. مزاری کسی بود که برای هویت هزاره زحمت کشید، سالیان سال تلاش کرد، برای مرد هزاره تلاش نکرد، برای زن و مرد هزاره تلاش کرد. هدف مزاری هویت هزاره ها بود. پس بر ما لازم هست که ما برای ادامه دهندی راه بابا مزاری تلاش کنیم، زحمت بکشیم، زن و مرد و راه بابا مزاری را و راه‌های ناهموار و فراز و نشیبی که امروز ما نه تنها در افغانستان داریم، در کشورهایی که ما را امروز نادیده گرفتن، صدا بلند بکنیم و هم صدا شویم با مردم خود و با زنان خود. نظام طالبانی و فروپاشی نظام جمهوری و برخواستن زنان بر علیه ظلم و استبداد، زنان آگاه امروز افغانستان زنان دیروز نیستن. اینا هرگز به عقب بر نمی گردن. اینا ریشه‌ای که با وجود آوردن و ریشه‌ای که دارن، اینا را نمی تونن خوشگانیده. زنان امروز تحصیل کرده هستن، آگاه هستن، از حق و حقوق مدنی و شهروندی و شرعیشان آگاهی دارن. اینها زنان را نمیتوانند با آشیه بکشانند اگر ما و شما نخواهیم. مدتها و سالهاست که در طول 20 سال یک تعداد زنان که به نام زن افغانستان کار کردن، به منصب رسیدن، چوکه ها را اشغال کردن، ولی برای حقوق بنیادین زنان افغانستان کار نکردن متاسفانه. که ما امروز دوباره به همون نقطه اول میرسیم که برای حقوق ابتدایی ترین حقوق مانا که همونا تحصیل است باید دادخواهی بکنیم، باید تلاش بکنیم، ای که در مشارکت سیاسی سهم داشته باشیم، یک گپ بسیار دور هست. امروز همین زنها، در گذشته اینها و مقام و منصب و به خاطر اهداف شخصیشان تلاش کردن، ولی امروز هم دارن تلاش میکنن. در کنفرانس های بین المللی اینها دعوت میشوند، جایزه اینها میگیرن و دارد لابیگری میکنند به خاطر طالبان و به خاطر رسمیت شناختن طالبان. اینها دارد لابیگری میکنن که واقعا یک جنایت آشکار هست. امروز یلنی یخش یماندن یمغم بسم الله دگل و قویق القدم. به نام خدایی که خاک آفرید، که از آن خاک انسان پاک آفرید. امروز میخوام در مورد اندیشه های صلح طلبانه و وحدت آفرینانه شهید مزاری مکسی داشته باشم. مبارزات استاد شهید همیشه متکی بر تفکر و اندیشه های فراقومی، فراسمتی، فرامذهبی و فراملیتی بوده است. اهداف و مسیر مبارزاتی استاد شهید از روزهای آغازی مشخص و روشن بود. ناملایمات و زدوندهای سیاسی در افغانستان گروهی از شهروندان این کشور را آنقدر تحت تیغ ستمگری و بیعدالتی قرار داده بود که رهبران سیاسی ناگزیر بودند تا گامهای خیش را سنجیده‌تر و استوارتر بگذارند و به هیچ نوع سازش و معامله‌گری تن ندهند. مزاری هیچگاهی به مقابل امتیازات مادی و سیاسی سرفرود نیاورد. برعکس علیه این معامله‌گری ها جانانه رسمید و مردانه ایستادگی کرد. فریاد عدالت خواهی استاد شهید از روز آغازی مبارزاتشان رسا و رساتر میگردید و بالاخره این فریاد به جایی رسید که همه باید اراده و متانت خاص حمایت و پشتیبانی خیش را از مطالبات مشروع و برحق شهید مزاری اعلان نموده و کاروان عدالت خواهی ایشان پیوستند.
ایجاد و طرح راهکارها در یک شرایط مملو از بی عدالتی ها در کشوری همچو افغانستان از خود درایت می طلبد که این پدیده ها را در وجود افرادی همچو شهید مزاری و همسنگر وفادارشان مارشال عبدالرشید دوستم می توان مشاهده کرد. این دو فیگور سیاسی خصوصیات و مشترکات زیادی داشتند و در سنگرهای گرم و سرد سالها در کنار هم رزمیدند. این مناسبات هنوز هم در میان رهروان و پیروان اصیل مزاری و دوستم مستحکم و استوار است. استاد مزاری اسطوره عدالت خواهی بود و در همین را با افتخار به شهادت نائل آمد و تمام شهدای من بخصوص استاد مزاری یک مکتب و یک اندیشه است که هرگز محدود به یک محدوده جغرافیایی نبوده و نیست، چرا که آرمان شهید مزاری افغانستان آباد، آزاد و سربلند بود و یگانه راه حل دستیابی به آرامش و امنیت را اشتراک مردم از طریق انتخابات می‌دانست. با گذشت هر سال یاد و خاطره شهید مزاری در ذهن و فکر مردم ما زنده‌تر و عمیق‌تر می‌شود. شهید مزاری انسان متقی در تمام عرصه‌ها بوده و وی نهایت تقوای سیاسی و عدالت اجتماعی را یکی از آرزوهای مهم خود می‌دانست. روحش شاد و یادش گرامی باد. خوبترین رمز و سعادت‌ترین رمزی که در شخصیت رهبر شهید وجود داشت، نه علم زیاد بود، نه ثروت زیاد بود، نه شجاعت زیاد بود و اون یک چیز بود، فقط صداقت در گپ و کردارش. اون چیزی را که باور داشت صادقانه به او عمل میکرد. اصولی ترین اصل زندگی سیاسی رهبر شهید وحدت بود. درست است که وحدت چیزی بوده که در بین جوامه انسانی مطرح بوده، در هر جا، در افغانستان هم مطرح بوده، اما مزاری وحدت را برگونه دیگری مطرح کرد. وحدت را در سه مرحله وحدت ملی، وحدت ملیت های محروم و وحدت هزارها. در رابطه با وحدت ملی سخنهای زیادی گفته شده وقت نیست، و همچنان وحدت ملیت های محروم همان گونه که دکتر صاحب مطرح کرد، اون قدری که مزاری روی وحدت ملیت های محروم تکیه می کرد فکر نکنم که تا هنوز هیچ کسی با اون صداقت، با اون خلوص، با اون نیت پاک این مسئله رو مطرح کرده. رهبر شهید خودش گفت ما تا هنوز 14 سال مبارزه مکتبی میکردیم، میخواستیم که یک حکومت ناو اسلامی در این سرزمین پیاده شود، اما حالا که موجودیت ما را قبول نداره، بنابراین ما اول موجودیت خود ثابت بکنیم، ما اول برای دیگران بفهمانیم که ما در افغانستان هستیم. وقتی که هویت و هستی خود را ثابت کردیم، اون وقت مرحله دوم است که ما مبارزه مکتبی کنیم. اگر ما موجودیت نداشته باشیم، مکتب چی به درد بخوره؟ دو مسائلی که شهید مزاری مطرح میکنه، میخواهیم مسائل افغانستان از ریشه حل شود، از جمله مشارکت از موضع برابر و حق تعیین سرنوشت برای تمام اقوام افغانستان. شهید مزاری به این عنوان نمیگوید که از کسی چند تا وزارت یا چند تا سفارت به اصطلاح گدایی بکنه، یعنی همون ادعایی که در افغانستان مطرح است که دو قوم بزرگ وجود داره، اینا تعیین کننده سرنوشت افغانستان است و دیگر را اینا وزارت میترسه که اگر خویشان خوب بود یک ذره زیادتر، اگر بدخوی بودن شاید همون یکی دوتا را مجرم قایم نشه. ولی شهید مزاری میخواد مسئله به صورت ریشه ای حل شود و اون مکانیزم پیشنهاد میکنه هر نفر یک رای، و مردم هزارم امروز به من راضی است. اگر کسی راضی باشه که هر نفر یک رای و هر کسی که اینجا به علاوه یک رای بر حکومت بگیره، مردم هزار هیچ مخالفت و این نداره. هر کس منفعت خود را در اینجا میدید. چند حس داشته ما، چقدر حس
و یکی دیگه هم در را بود که حکومت سقوط کرد و دوست گرامی ما به نیوزیلند مهاجر شد، مثل موار پناهنده شد و حزب در جای خود باقی ماند. حزب بخاطر چی احزاب را میسازیم؟ اول این سوال از خود داشته باشیم که این حزب بخاطر چی ساخته میشه؟ بخاطر از اینکه سیاست گذاری کنیم، سیاست بکنیم. و چرا سیاست کنیم؟ قدرت به دست بگیریم. آیا قدرت هدف است؟ که ما قدرت به دست بگیریم، به هدف خود برسیم، به نان و نوا برسیم، یک مقدار پول بیشتر کمایی کنیم، یا این که این قدرت یک وسیله است که ما بر مردم خدمت کنیم، دیگران رو تخریب نکنیم. خیلی است که جایزه گرفت، بگذار که جایزه بگیره. چهار قدم پیشتر از خودت گام مونده که امروز خودت صدای دل میکشی، خیلی است که جایزه گرفت. اگر من باشم، کسی دیگه باشه یا هر کسی دیگه باشه، برای او کسی که لابیگری میکنه گپ جداست، و کسی که جایزه میگیره گپ جداست. یک تعداد زنان جایزه گرفتن، این کردن، اون کردن. به هر صورت این منظور نیست که ما را برای خود باز کنیم و امیان استراتژیک فکر کنیم و یک مقدار دورنمای واضح و روشن داشته باشیم که ما برای افغانستان آینده چی میخواییم، چقدر باید پشت بکنیم. چند سال من عمرم بالاتر از 60 است و چند سال سکوت حکومت ها را، وضعیت بحران ها را، همه چیز به چشم سر خود دیدیم و در داخل افغانستان بودیم. تنها دوره اول طالبان که یک چند سال پاکستان بودم، همه چیز پیش چشم خود دیدیم. امروز هم باز هم متاسفانه و سیاست کردن خود یا با سیاست گذاری های خود دچار اشتباه هستیم. از گذشته خود هیچ نمیاموزیم متاسفانه. هر قدر راجع به گذشته، راجع به این 40 سال گپ بزنیم، باز هم چیزی نمیاموزیم. یک کمی راجع به این مولندار در این روزا بحث های بسیار جالب برام افتاد. از مکو فضل خدا زیاد تیوتر باز نیستم، سپیس تیوتریستم، چون که فضای مجازی است و اینا، بحث ها زیاد برام افتاد. از این بحث های یک چند نفری که نام خدا امروز جوانای ما بسیار پر انرژی و بسیار توانمند هستن، اینا یک کمک همینا را تحلیل کنن، ارزیابی کنن، یک اتاق فکر جور کنن. و این بحث ما برمیگرده به این که به امروز زندگی کنیم، یعنی اپدیت زندگی کنیم، به گذشته بسیار نچسبیم که در گذشته چی شد چی نشد. بیاییم که به امروز زندگی کنیم و در امروز خود بفهمیم که ما به کدام طرف روان هستیم، چی باید کرد، چگونه باید به اهداف خود برسیم.